چنل من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام یک نون قندی خوشمزه خونگی رو بهتون آموزش بدم. برای این نون قندی خوشمزه ما به دو پیمانه آرد احتیاج داریم، یک لیوان شیر، دو تا تخم مرغ که یک عددش برای روی نون هاست و یک عددش رو من میخوام داخل خمیر بزنم، نصف پیمانه شکر احتیاج دارم، به پودر ذرت احتیاج دارم به مقداری که گذاشتم، به مخمر احتیاج دارم، کنجد، تخم رازیانه و سیاه دونه برای روی نون ها و یه مقداری روغن خیلی کم، بیکن پودر و یه مقدار خیلی کوچولو جوش شیرین اگر احتیاج دوست داشتین میتونین بزنین. این مواد اولیه ما برای یه نون قندی فوق العاده خوشمزه. بریم درست کنیم ببینیم چجوری میشه. دوستان گلم، من تخم مرغ رو میشکنم میریزم اینجا به این صورت. این یکی زرده تخم مرغم رو جدا میکنم به این صورت. من به زرده تخم مرغ احتیاج دارم، من این زرده رو میذارم کنار. یک لیوان شیر گرم دارم، من شیر رو اضافه میکنم به این صورت. روغن رو به شیرم اضافه میکنم به این صورت. مخمرمون رو باز میکنیم، به خمیر مایمون، به خمیرمون اضافه میکنیم. کاملا رو میز میکنم، شکر رو اضافه میکنم، به این صورت آرد رو خورد خورد به موادم اضافه میکنم. من از بیکن پودرم الان به این صورت یه مقداری روی این خمیر میپاشم. نصف لیوان آب گرم دارم که با لیوان شیرم استفاده میکنم. خمیر مایع آرد باقی مانده رو بهش اضافه میکنیم. من به این مقدار خیلی کم جوش شیرین احتیاج دارم. نمک به یه مقدار خیلی کم، به مقدار جوش شیرین من به این نمک اضافه میکنم، نه بیشتر، چون این نون قندیه. و حالا من پودر ذرت رو بهش اضافه میکنم، اونو مجددا من این پودر ذرت باقی مانده رو بهش اضافه میکنم به این صورت. این خمیر رو میخوام که داخل اون از این رازیانه بزنم به این صورت، اونو داخلش اضافه میکنم. این خیلی مفیده، خاصیت داره، خیلی خوشمزه است. این کاملا میکس شد. من این رو الان توی این مرحله میخوام که بذارمش کنار. یک ساعت بعد وقتی خمیرم کاملا بر اومد برمیگردیم و اون رو کاملا توضیح میدیم. خمیر مایه من همطوری که میبینید آماده است به این صورت. کلوچه ها رو به این صورت در میارم. این نون قندی ما خیلی خوشمزه و خوشتم به این صورت. من اونو قالب میزنم با این کاسه. به این صورت اونو توی سینی میذارم. من زرده تخم مرغ روشون گذاشتم و حالا میخوام از کنجد به این صورت بپاشم روی این اونهای قندیمون به این صورت.
اوکی دوستان خوبه، همطور که میبینید من اون رو با کنجد و سیاه دونه تزیین کردم به این صورت. حالا سینی من آماده است، میخوام که اون رو بذارم داخل فر با 400 درجه فارنهایت. اون رو گرم کردم و رازم روشن کردم، میذاریم داخل فر به مدت 30 دقیقه. دوستان خوبه، همطور این مرحله این نون قندی های من آماده شد به این صورت که میبینید، فوق‌العاده خوش‌طعم و خوشمزه. به به، امیدوارم شما هم درست کنین، از این در کنار خانواده لذت ببرین. دوستان نون قندی های خونگی من آماده است، جاتون واقعا خالیه، امیدوارم شما هم درست کنین، ازش لذت ببرین. فوق العاده خوشمزه شده، پوش فضای خونه رو پیچونده. به به، واقعا جاتون خالیه. دوستان میخوام یه دونش رو براتون باز کنم، بهتون نشون بدم چقدر عالی شده. ببینید فوق‌العاده نرم، یک کیک خونگی، یک نون قندی فوق‌العاده نرم لطیف خوشمزه، واقعا جاتون خالیه، خیلی خوشمزه شده. دوستان گلم به امید خدا میسپارمتون تا برنامه بعدی، لطفا سابسکرایب فراموش نشه. تا یه برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.